سالمه یا نه؟ آیا سالمه؟ من 12 سالگی دارم قایقرانی رو کار میکنم، بچه های دیگه هم هستن که دارن کار میکنن. اون مشکلات زیادی داریم اینجا، نبود امکانات و نبود اسکله. ما اسکله نداریم و واقعی که بارندگی میشه اینجا پر از گل میشه. اون مشکلات رو داریم و نمیتونیم به خوبی وارد آب بشیم. از مسئولین تقاضا داریم که رسیدگی بکنن و اون مشکلات رو حل بکنن. این ورزش ورزش پرمدالیه و میتونیم مدالای مختلفی رو کسب کنیم. البته با همین مشکلات هم ما مدالای مختلفی کسب کردیم. اگر حمایت بشه بیشتر هم میتونیم. یک سالی که قایقرانی کار میکنم. توی یک سال پیشرفت‌های زیادی کردیم ما مبتدی ها که اومدیم، ولی خب با این مشکلاتی که هست پیشرفت یکم کند پیش میره. امیدواریم که مسئولی یاری برسونن این مشکلات رو پشت سر بذاریم که بتونیم مقام های خوبی تو کشور به دست بیاریم و سطح ورزش استان مخصوصا قایقرانی رو ببریم بالا. تمرینات کنسل کنم به خاطر اینکه اسکله مناسب نداریم و اینکه خیلی از شهرها مربی آقا دارن و مشکلی پیش نمیاد براشون، ولی ما به خاطر اینکه مربی آقا و خانم آقا داریم باعث میشه که تمریناتمون رو کنسل کنن. و اینکه مربی های خانم هم داریم که شرایطش رو ندارن بیان آموزش بدن یا اینکه با بچه ها نمیسازن. که من اومدم وضع اسکله همین بوده، یعنی وقتی خورد بارون میومد تمرین ما تعطیل میشد و کلا تو این دو سه سالی که من اومدم کلا سر جمع شد چند ماه کلا تمرین کردم.
کرده باشم، انقدر که تمرین ما رو کنسل میکردن. توضیح میدین الان بحث بودجه است یا جانمایی اسکلت؟ بحث کارهای مطالعاتی و نقشه ها آماده است. محل باشگاه ما مشخصه کجاست، یعنی مشکل جانمایی نداریم. فقط بحث اعتباره که اون باید سازمان برنامه بودجه اعتبارات عمرانی بحث نقشه اسکلت رو ببینه، که حالا با همکاری به فرد اداره کل ورزش جوانان و سازمان برنامه‌ریزی تامین اعتبار بشه. ما نبودی یک در کل استان دارم میگم، بحث موزل استانی که نبودی یک پایگاه قایقرانی، یک باجگاه قایقرانی استعداره استانداردها باشه خب نداریم. ما این موزل رو داریم، دبیر فدراسیون تشریف بردن، حالا بر حسب گزارشاتی که برها داده شده بود اینا اومدن حضوری بازی کردن و ایشون ادامه تمرین با این وضعیت رو جایز ندونستون. برام اونم زیر بانوان فدراسیون اگه اتفاق مخابیاتی زیره سوال میرن و باید جاگو باشن و اینا. من گفتم که آقا ما حقیقتا نمیپذیریم این مسئولیت رو و این شرایط رو، قابل ما قابل قبول نیست، اینجا محل تمرین مناسبی نیست و فعلا تعطیل بشه. اینجاست که حقیقتا دست ما بسته میشه. ما هم دوست نداریم این وضعیت، ما برای این ورزشکارا واقعا زحمت کشیدیم مخصوصا تو بخش بانوان، ولی متاسفانه دیده نمیشه. اون مسئولین رده بالا اون همکاری رو نمیکنن و این واقعا هم نگران کننده است و یه جوری نس و یأس و ناامیدی میاره برای ورزشکار و برای متولی نرشته.